یک مقام مسئول در سازمان ملل گفت عربستان همچنان از ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن جلوگیری می‌کند. آوک لوتسما نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد این سازمان دو هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه را از عمان و جیبوتی به صنعا ارسال می‌کند، اما سوختی در صنعا وجود ندارد که این هواپیماها بتوانند بازگردند. این در حالی است که سوخت هواپیماها باید از بندر عدن به صنعا منتقل شود، اما عدن تحت کنترل نیروهای عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن قرار دارد که مورد حمایت عربستان سعودی است. لوتسما افزود ما با دشواری‌هایی در خصوص کسب اجازه از ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی برای انتقال سوخت به صنعا مواجه هستیم. این مقام سازمان ملل همچنین اوضاع یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و افزود که مواردی جدید از ابتلا به بیماری مننژیت نیز در یمن به ثبت رسیده است. عربستان سعودی در قالب یک ائتلاف متجاوز از 3 سال پیش جنگی همه جانبه علیه یمن را به راه انداخت که تاکنون به جان باختن و مجروح شدن 10,000 یمنی، انهدام ساختار زیربنای این کشور، آوارگی میلیون ها نفر و شیوع بیماری های خطرناک مثل وبا منجر شده است.